سلام دوستان، خب در جلسه قبل تونستیم با همدیگه نمودارهای شبکه پروژه رو ترسیم کنیم و با AOA و AON آشنا شدیم. توی این جلسه ما میخوایم این روابط وابستگی رو توی MSP تعریف کنیم و ببینیم که MSP چطوری این تجزیه تحلیل رو و شبکه رو واسه ما ترسیم میکنه. خب ما میدونیم که وقتی که تعداد فعالیت هامون زیاد میشه دیگه قادر نخواهیم بود اون پروژه رو با محاسبات دستی انجام بدیم و خب محاسبات زمانی رو واسش انجام بدیم یا تجزیه تحلیل منابع واسش بکنیم. به خاطر همین از نرم افزار کمک میگیریم. خب تو اینجا هم ما تعداد فعالیت هایی که داریم اینا فعالیت ها فقط هستن و تسک سامری ها نیومدن. یه فایل اکسل اووردیم و فعالیت روابط وابستگی بین اونها رو تعریف کردیم. خب فقط میدونیم که روابط وابستگی رو باید از اشخاص آگاه و متخصص تو اون زمینه بپرسیم و طی جلسات مختلف به دست بریم. ولی خب اینجا چون یه پروژه در حقیقت عادی بود واسه انجام یک پروژه تحقیقی، من خودم تونستم این روابط وابستگی رو با توجه به حالا اطلاعاتی که داشتم تعریف کنم. شاید شخص دیگه ای با توجه به تجربه ای که داشته و نوع دیگه ای که این پروژه رو انجام داده روابط وابستگی رو طور دیگه ای تعریف کنه. ولی خب به خاطر اینکه ما یک نوع پروژه رو ببریم جلو و با هم این مثال تو این مثال هماهنگ باشیم، این روابط وابستگی رو اینجا توی فایل اکسل تعریف کردم و خب در اختیار شما قرار میدم که اگر دوستان خواستن تمرین کنن این اکسل رو دانلود کنند که تو همین پکیج تو این همراه با پکیج این فیلم قرار داده شده و روابط رو توی فایل MSP وارد کنن، MSP که خودشون تهیه کردن. خب فایل MSP که در آخرین مرحله داشتیم عنوان های یعنی فعالیت ها عنوان فعالیت ها تسلیم ها تعریف شده بود و WBS اون کد گذاری شد. خب میدونیم که اینجا نمودار گان چارت هستش و چون روابط وابستگی بین هیچ کدوم از فعالیت ها تعریف نشده، همه در روز شروع پروژه شروع میشن و چون دوریشن و زمان هم واسهشون تعریف نشده یک روز ادامه پیدا میکنن و کل پروژه یک روزه رو تعریف کرده که تموم میشه. خب ما هنوز وارد بحث زمان نشدیم و میخوایم روابط وابستگی رو تعریف کنیم. به صورت پیش فرض دیوریشن و استارت و فینیش و پریدیسر سورس ها که همون پیش نیاز ها هستن در قسمت به صورت پیشفرض در ستون های MSP اوورده شدن. خب این ستون ها هر کدوم اطلاعات مربوط به یه تسکی رو تو خودشون قرار میدن. ما الان با روابط زمانی نمیخوایم سر کار داشته باشیم، به خاطر اونا رو من هاید میکنم با سلک کردن اونها کلیک راست کردن و هاید کالم. وقتی که هاید میکنیم هیچ کالمی از بین نمیره، هیچ ستونی از بین نمیره و ما دلیت کردن برای ستونها رو نداره، فقط اونها رو هاید میکنیم و وقتی اونها رو هاید کردیم میتونیم با اد نیو کالم اونها رو دوباره پیدا کنیم و بیاریم. مثلا دیوریشن رو اگر من اینجا پیدا کنم تو قسمت دی دیوریشن میتونم دوباره اونو بیارم همون ستونی که بود و دوباره سلکتش کنم و هایدش کنم. خب ما اینجا ریسورس هم لازم نداریم، به خاطر اینم هاید میکنم و میاییم که پریدیسورس ها رو تعریف بکنیم، پیش نیاز ها رو. خب ما میتونیم واسه تست سامری که پیش نیاز نداریم میاییم به اکسل خودمون. تو اینجا میبینیم که به ترتیب این ترتیباش هم یکی هستش از MSP گرفته بودم و به ترتیب میتونیم اینا رو وارد کنیم. مثلا اینجا گفته اولویت بندی موضوعات انتخابی پیش نیاز 6 هست، انجام تحقیق کتابخونه پیش نیازی نداره و آیدی 6 رو این آیدی ناکنه. از اینجا ما رابطه با سیگر رو میفهمیم، از روی کد WBSش تو MSP تعریف نمی کنیم. میایم اینجا میگیم این 6 دوره اکسل رو باز کنم پیش نیاز اولویت بندی موضوعات انتخابیه. خب پیش نیاز این هستش، پس اینجا 6 رو می‌نویسم و قرار میدم و میبینین که توی قسمت گان چارت یه کمانی رو ایجاد میکنه و میگه که اول 6 انجام میشه و بعد به صورت
پیشفرض اونو میندازه جلو، یعنی به صورت FS، یعنی وقتی که این تموم شد فعالیت چهارم هم میتونه شروع بشه. فقط توجه میکنید که اینجا کمان خیلی طولانی اومده و اندازه یک روز زمان گذاشته. مگه زوم کنم؟ این به خاطر این هستش که تو اینجا، حالا اینجا زوم کردم، این را هم اسکیلش رو عوض کرد، یک روز زمانی به ساعت تبدیل کرد. میبینی از ساعت 12 تا 12، یک روز 24 ساعت رو خاکستری داره نشون میده. روز سه رو داره خاکستری به من نشون میده. و خب این به خاطر این هستش که شنبه ها در خارج تعطیله و این روز تعطیلی اونها هستش و اون رو خاکستری کرده و گفته اینجا ما کاری رو انجام نمیدیم. و بعد از اینکه تعطیلی گذشت، این فعالیت هم شروع به کار میکنه. حالا وقتی که ما زمان ها رو وارد کردیم و با تقویم ها آشنا شدیم، میتونیم این تقویم رو که شنبه ها در اون تعطیل هست رو عوض کنیم و جمعه ها رو تعطیل بکنیم. ولی خب اینا رو بعدا با هم آشنا میشیم. پس این طولانی شدن کمان به همین دلیله. خب رابطه بعدی اینجا انتخاب موضوع پیش نیازش 7 هستش. ما دوباره میایم توی MSP، انتخاب موضوع و 7 قرار میدیم. راه دیگه واسه وارد کردن اطلاعات یک تسک یا یک فعالیت، گفتیم که با دابل کلیک بر روی اون تسک هستش. خب اینجا اگر من فعالیت بعدی رو بخوام پیش نیازش که 3 هست رو تعریف بکنم، دابل کلیک روش بکنم تو قسمت پریدیسورس ها، خب اینجا آیدی اون رو تو قسمت آیدی 3 رو بزنم و اینتر رو بزنم، اینجا دیگه خودش اون تسک پیش نیاز رو میاره، نوعش رو به صورت پیش فرض فینیش تو استارت میذاره، لگ هم 0 میذاره. لگ رو تعریف کرده بودیم که به صورت کوتاه تعریف کرده بودیم و گفته بودیم تأخیر توی یک پیش نیاز و پس نیاز هست. اگه من اینجا لگ رو 1 بذارم، یعنی فینیش انجام تحقیق کتابخونه ای پس از 1 روز موجب استارت فعالیت برگزاری جلسات با استاد میشه. خب پس اون تأخیری که پس از پایان پیش نیاز لازم هست رو اینجا نشون میده که گفتیم اینا رو حالا تو محاسبات زمانی بیشتر آشنا میشیم باش با لگ. خب وقتی که این رو اوکی کنم، اینجا دیگه خودش قرار میده 3 رو و میبینیم که به این صورت اومده فعالیت ها رو تقسیم بندی کرده. یه ذره بد کشیده اینجا به خاطر اینکه این کمان اینطوری شده، این پیش نیاز این یکی هستش و این پیش نیاز این یکی و این خب تداخل ایجاد کرد، یه ذره زشت انگار شده که کمان خوب نشون نمیده. ولی حالا میتونیم اینا رو باز درست کنیم با توجه به اینکه ما قابلیت رنگ بندی داریم و قابلیت تغییر فرمت این بارها رو داریم که بعداً با اون آشنا میشیم. خب فعالیت بعدی فعالیت انتخاب موضوع استاد راهنما و استاد مشاور هستش. خب اینم به راحتی میتونیم اینجا 4 رو قرار بدیم و خب حالا یکم بهتر شد، 4 بود دیگه. و اینجا داره نشون میده که روابط به چه شکل انجام میشه. اولین فعالیت انجام میشه انجام تحقیق کتابخونه ای، بعد این فعالیت 6 برگزاری جلسه به استاد، بعد اولویت بندی موضوعات، بعد انتخاب موضوع و در نهایت انتخاب موضوع استاد راهنما و استاد مشاور و در نهایت انتخاب موضوع انجام میشه که ما موضوع رو انتخاب میکنیم و در آخر هم باید اون رو نهایی کنیم دیگه به تب، که اینجا میگیم نهایی کردن موضوع پیش نیازش 5 رو قرار. خب بعد میریم بقیه فعالیت ها رو وارد کنیم. اینجا من دیگه تکراری ها رو نمیذارم، یعنی اینجا مستقیم یه نکته ای که وجود داره، من میبینم که 2 فعالیت 11 و 12 پیش نیاز تکمیل فرم پرسشنامه طرح پیش نیازی هستن. خب اینجا هم به راحتی تکمیل فرم
اینجا هم به راحتی من 11.12 رو قرار میدم و میبینین که این دوتا فعالیت رو پیش نیاز این یکی قرار میدم. پس با یه ویرگول من میتونم چندین تا فعالیت رو قرار بدم. اما اگر بخوام با دابل کلیک این کار رو انجام بدم، مثلا واسه بعدیش دفاع در حضور استاد که 13.8 پیش نیاز اون هستن، دابل کلیک که بکنم میتونم بیام یا اسم عنوان تسک رو اینجا پیدا کنم که یه مقدار سخته چون تعدادش زیاد میشه، یا اینکه بیام آیدی اون رو 13 و 8 مثلا 8 رو اینتر کنم، پیدا میکنه و فینیش تو استارت میکنه و 13 رو هم دوباره قرار بدم و خودش اینجا میزنه و پیشنیازها رو تعریف میکنه. خب موضوع بعدی، حالا ممکنه ما یه رابطه به صورت فینیش تو استارت حتما نباشه، لزومن روابط به صورت SS باشه. خب اینا رو به چه صورت تعریف کنیم؟ من این دوتا رو، یکیشو به صورت که اینجا تایپ بکنم میزنم، یکیشم با دابل کلیک میریم. 41 SSS با 15. خب 41 کدومه؟ بیاییم ببینیمش. 41 تعیین روش های حل مدل. میگه این دوتا میتونن همزمان با هم، یعنی شروع میتونن بشن، مشکلی نداره. به خاطر همین من میتونم بیام اینجا فعالیت چند بود؟ 32. فعالیت 32 رو پیدا کنم. 32 که نه، ببخشید، برگزاری جلسات با اساتید. برگزاری جلسات با اساتید رو پیدا کنم. واسه من سعی میکنم این فایل اکسل رو ادیت کنم و آیدیا رو اینجا هم قرار بدم، آیدی تسکاری، که اینطوری راحت تر میتونین ورود اطلاعات بکنین. خب من سعی میکنم یه چنین اکسلی رو دوباره درست کنم، یعنی بهبود بدم و براتون قرار بدم. خب کجا بودیم؟ اس بودیم. برگزاری جلسات با اساتید برای تکامل دهی مدل اولیه، تکمیل مدل برگزاری جلسات اینجا. خب گفتیم به صورت 41 SS اول شماره آیدی رو میذاریم و بعد میگیم این به صورت SS FF یا هر چیزی که هست و بعد اینتر میزنیم که اینجا میشناسه و رابطه SS رو به این صورت داره تعریف میکنه. خب بعدی که تعیین روش های مدل حل هستش، این دوتا داره، اینو به صورت دابل کلیک میزنیم. تعیین روش های حل دابل کلیک میکنیم روش. گفتیم به چه صورته؟ 38 SS. من اول 38 رو اینجا میزنم، اشتباه زدم، کنترل زد میکنم، 38 رو اینجا میزنم و بعد میام اینجا نوع رابطه رو به صورت استارت تو استارت SS قرار میدم و اوکی میکنم. میبینیم که 38 رو SS قرار داد. البته یه پیش نیاز دیگه هم داشتش که 31 بود، که اون رو هم میتونم بیام اینجا، حالا یا دابل کلیک کنین یا یه بار کلیک کنین اینجا 31 رو وارد میکنم و خب این شبکه رو میکشه. حالا من قبلا اینا رو وارد کرده بودم، بذارید وقتی که کامل شد رو هم ببینیم با هم دیگه. خب من قبلا این پیش نیازها رو اینجا وارد کرده بودم و میبینیم که گان چارت اون زیر کنم. خب گان چارت رو اینجا داریم میبینیم که به صورت میلهی اینجا برای ما کشیده و میبینی که پروژه تا کجا پیش رفته. این فعالیت نهایی مثل که خب بعد اینجا اگر توجه کنین سامر تسکاره که به صورت آکولات نشون داده،
ما زمان پروژه رو در صورت با توجه به اینکه حالا همه فعالیت ها رو یک گرفته، اینجا دیگه یک نشده، 33 شده. اگر توجه کنید خودش اومده محاسبات زمانی رو برای ما انجام داده که ما حالا میبینیم، و خب چون پیش نیاز پس نیاز ها رو پیش نیاز ها رو تعریف کردیم، این پروژه ما مثلا اینجا نشون داده که 31 روز داره زمان. خب MSP یک نمودار AON هم به ما نشون میده هر دفعه وقتی که این رو میکشیم. این نمودار رو میتونیم بیایم تو این قسمت که گانت چارت رو زده روی این فلش کلیک کنیم و نتورک دیاگرام رو زده. تو این قسمت ما ویوهای مختلف رو مثلا کلندر به صورت کلندر به صورت تقویمی نشون میده که چه فعالیت های تو چه روزی باید انجام میشن، چه کارهایی. خب ما AON رو میخوایم، نتورک دیاگرام رو میخوایم که اینجا داره، البته من اینجا از زوم در آورده بودم، اگه حالت 100% قرار بدم اینطوری هستش. اینها که به صورت متوازی و لازلو هستن سامری تسکن که اگر این گزینه رو بزنیم اینها رو جمع میکنه و میبنده، و اگر مثبتش رو منفی کنیم اینها رو باز میکنه. خب بذارید من یکم از زوم در بیارم، شما بتونید شبکه رو کامل ببینید. میبینید که این شبکه فعالیت به صورت مستطیل نشون داده شده. اینایی که قرمز هستن کریتیکال پاتفن، یعنی مسیر بحرانیه که حالا بعدا توی محاسبات زمانی باش آشنا میشیم. تو اینجا میبینیم که نکنیم خنگ کردش. خب من وقتی که یه دونه باکس رو انتخاب میکنم، این زوم کرد نشون داد و الان خنگ کردش. میبینیم که شبکه به این شکل در اومده، و خب کشیدن این شبکه با دست روی کاغذ مقداری سخته، و این آبی هم که جزء فعالیت عادی هم که باشون آشنا میشه. خب هر فعالیت رو که گفتیم با مستطیل نشون داده، و اطلاعات اون رو از قبیل عنوان اون فعالیت، آیدی اون، دیوریشنش، مدت زمانش، استارت و فینیشش که با اون انجام میشیم، و ریسورسش رو توی اینجا میتونیم ببینیم. اگه دابل کلیک کنیم اون پنجره اطلاعات یه تسک رو هم داریم اینجا میبینیم که وجود داره. خب اینجا توی این قسمت فقط میخواستیم به صورت خلاصه با نحوه ورود اطلاعات روابط وابستگی در MSP آشنا بشیم. حالا تو جلسات بعد در مورد دوریشن صحبت میکنیم، یعنی اول وارد محاسبات زمانی، نحوه محاسبات زمانی توسط دست و روی کاغذ صحبت میکنیم، بعد میایم این محاسبات زمانی رو میبینیم که توی MSP به چه شکل است، و خب دوریشن ها رو وارد میکنیم و میبینیم که چطور محاسبات زمانی انجام میشه. ممنونم از توجهی که کردین، امیدوارم مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.